بسم الله الرحمن الرحیم سلام محصلین عزیز ویدیو امروزی مضمون باکتریولوژی طبی ما در مورد ای باکتری با است نام بردیتلا این باکتری باعث مرض میشه به نام ووپنکف یا به نام نیز یاد میشه که ما شما به نام سیاسرفا یاد میکنیم البته این باکتری از لحاظ مورفولوژی اینا شکل باسیل نما را دارن که باسیلای کوتاه‌تر میباشن که به شکل کوکو باسیل یا ساختمان هایی که بین باسیل و کوک قرار می گیرن می و از لحاظ تلوین گرام اینا گرام منفی هستن زمنان باکتری هاوی کپسول می که می در تولید مرض از اینا فوقلاده نقش داشته باشد. از لحاظ پاتوژنز و اپیدمولوژی انسان ها یکانا میزوان بر از این باکتری می یعنی میتونه که تنها در نزد انسان های اینا تولید مرض بکنه و منابع حیوانی نداره و انسان است که این باکتری را به اشخاص دیگه میتونه انتقال بده یعنی شخص مصاب است که باکتری میتونه در سیستم تنفسی خود داشته باشه و به اشخاص دیگر هم را انتقال بده انتقال از این از طریق سیستم تنفسی صورت می‌گیره. یعنی شخص مصاب در جریان صرفه کردن در جریان عدس زدن این باکتری را به شکل هوایی پراگنده می‌سازه. و از طریق سیستم تنفسی میشه که شخص دیگه او را کسب بکنه معمولا این باکتری در مراحل اول مرض خود بسیار ساری بباشه نه در مراحل کترال استیج یا در مراحل نزلویش و ضمن در آغاز مراحل تشدیدی میتونه که بیشتر ساری باشه نسبت به ای که در دوره نهایی مرحله تشدیدی و یا هم در دوره نقاهتشون خب بعد از اینکه از طریق سیستم تنفسی یک شخصی را کسب میکنه ای باکتری توسط امو فلمنت هماگلوتینین یا توسط هماگلوتینین رشتوی که در قسمت پیری از این وجود داره خدا میتونن که به قسمت حجرات اپیتیلیل در قسمت که حجرات اپیتیلیل هاوی سیلیا ها می باشد خدا به سیلیا ها وصل بکنن و در اوجه شروع به انقسام بکنه. دیده شده که این باکتری بیشتر باعث مرض در نزد اطفال نوزاد و یا هم در نزد اطفال میتونه که تولید مرض بکنه اکثرا منابع پرتیوسس یا منابع که عامل پرتیوسس میتونه از به دیگرها انتشار بکنه خصوصا در نزد اطفال میتونه در اعضای فامیل و اقارب تشکیل بده مطالعات نشان داده که اعضای فامیل بیشترین نقشه در انتقال باکتری به اطفال دارن مثلا شما ببینید مطالعاتی که نشان داده 55 فیصد والدین در انتقال باکتری به اطفالشان نقش دارند حدود 16 الا 20 فیصد برادر و خواهر میتونه نقش داشته باشند 10 فیصد کاکا، ماما، عمه، خاله میتونه نقش داشته باشه. و دیگه اطفال بچه کاکا، بچه ماما و دوستای دیگه حدود 10 الا 24 فیصد نقش داره پدر کلان و مادر کلان اینا میتونن یک شش فیصد نقش داشته باشند پرسنل سیهی میتونن حدود دو فیصد در انتقال ازی به اطفال نقش داشته باشند و خود واکسین کردن میتونه در معافیت بخشیدن در مقابل باکتری در نزد اطفال فوق العاده نقش داشته باشند و میتونه در نزد اشخاصی که اونا واکسین کست نمیکنن میزان مارگومیب در اونا بیشتر باشه خب این سلاید برای ما شما یک موضوع رو میرسانه که ما باید از یک طرف اطفال خود باید حتما واکسین بکنیم و حتی والدین هم واکسینشان رو باید به صورت درست گرفته باشن و حتی در صورت نیازشان را بوستر دوزای رو باید به صورت درست بگیرند. در غیر از این میتونن که والدین و اعضای فامیل در انتقال باکتری حتی به اطفالشان نقش داشته باشند. با وجودی که واکسین باکتری وجود داره اما باز هم شیوعی باکتری در سالهای مختلف مثلا در سال 2005 2010 2012 دیده شده که خود از این نشان دهنده عزیز که ممکن است معافیت در مقابل ازی به صورت کامل نبوده و نیاز است که بوستر دوز یا دوز تقویتی گرفته شود فاکتورهای ویرولانس که باکتری داره یا فاکتورهایی که میتونه قدرت تولید مرض از اینا را افزایش بده یا اندازه قدرت تولید مرض بلند ببره چهار فاکتور است یکی فلامنتس هماگلوتینین است یا هماگلوتینین رشتوی است که در قسمت پیلی از اونها وجود دارد یا جزء ترکیب پیلیشون هست که در اتصال از این باکتری به حجرات اپیتیلیال که هاوی سیلیو در سیستم تنفسی می باشن نقش داشته باشند و دیده شده که باکتری به انساج تحت مخاط در سیستم تنفسی حجوم نمی‌برند بلکه حجرات مخاطی را میتونن که تخریب بکنن دوم توکسین رو تولید میکنن به نام پورتیوسیس توکسین این توکسین باعث تنبیه فعالیت ادینایلیت سیکلیز میشه البته میکانزمش قسمی است که این توکسین باعث افزودن ادینوزین دای فاسفیت رایبوز با پروتین جی میشه یا به اصطلاح دیگه بگویم باعث ادینوزین دای فاسفیت رایبوزیلیشن پروتین جی میشه البته با همون سابیونت نهایی کننده از پروتین وصل میشه و باعث افزایش فعالیت ادینایل سیکلیز میشه که ادینایل سیکلیز باعث بنابای خود باعث بلند رفتن میزان سیکل ادینوزین مونوفاسفیت و سیکل ادینوزین مونوفاسفیت دیپندید پروتین کائنیز میشه خب وقتی این ترکیب با تفضایش پیدا میکنه خودش باعث ایجاد اوزایما در سیستم تنفسی میشه و این اوزایمایی که در سیستم تنفسی میشه باعث ترکم افرازات در قسمت سیستم تنفسی میشه که میتونه باعث امو شدت صرفه ها در سیستم تنفسی در, در نزد مریض شود از طرف دیگه این توکسین باعث نهی انتقال سیگنال از طریق رسپتورهای شیموکین میشه یعنی امو حجرات لفوسایتی که مطمئنا که اونا دارای ریسپتورها بر شیموکین هستند مانع انتقال امو سیگنال ها از قسمت رسپتورهای شیموکین میشه و این باعث میشه که حجرات لیمفوسایتیک به صورت درست ایرا در کردن نمیتونن یا شناسایی کردن کرده نمیتونن تا برن به مو اعضای لنفاوی یا به ارگان های لنفاوی اونا تراکم بکنن بنا نمیتونن که به قسمت تحال و قسمت وقادات لنفاوی لنفساید ها برن وقتی رفته را تر انسان واضح است که میزان از اینا در دوران خون چی میکنه افزایش پیدا میکنه بنا در این مرض یا در سیاست صرفه بگویم یک حالت لنفوسایتوزز یا بلند بودن سوی لنفوسایت ها در دوران خون وجود می داشته باشه از طرف دیگه این باکتری خودشان باعث تولید ادینایلیت سیکلیز میشه یعنی انزیم ادینایلیت سیکلیز تولید میکنن و تولید از اینا باعث نه فعالیت باکتریوسیدل حجرات فاگوسایتیک میشه یعنی حجرات فاگوسایتیک از طریق تولید این انزیم که باکتری میکنن امو قدرت تخریبی شون از دست میتن و نمیتونن که باکتری را تخریب بکنن و شما میفهمین که عمدترین حجرات فاگوسایتیک نتروفیل و ماکروفاژ تشکیل میدن از طرف دیگه اینا توکسین رو تولید میکنن به نام ترخیل سایتوتوکسین یا سایتوتوکسین قصبت و ریه البته این توکسین از اثر تخریب خود پیپتید باکتری به وجود یعنی پیپتید باکتری قدرت تخریب حجرات سلیایی یا حجرات سلیادار که در قسمت قصبت و ریه هستن دارا میباشن و ضمناً پیپتیدوگلایکان باکتری همراه با اندوتوکسین یا مترکیب اوترمنبران باکتری میتونه باعث افزایش میزان نیتریک اکساید و این افزایش نیتریک اکساید میتواند که در از بین بردن حجرات اپیتیلیال که حاوی سیلیا هستن نقش داشته باشد از لحاظ یافته های کلینیکی اساسا خود ووپنکف یا پرتیوسیس یا سیاسورفه یک التحاب ها حاد قصبتریا و برانش هاست یعنی ایرا میتونیم بگویم که اینا تراخیو برونشایت هستن اکیو تراخیو برونشایت هستن و اکثرا دوام مرض حدود یک یا چهار هفته را در بر میگیرم ولی باز هم میتونه که متفاوت باشه حتی میتونه که طولانی تر باشه اکثرا در ایجا صرفه هایی که ایجاد میشه صرفه های شدید و دوامدار باشه که حتی همراه با او یک صدای او هم ایجاد میشه نظر به ای که افرازات در قسمت سیستم تنفسی تجمع میکنه و حتی از همو حنجره که باریک شده باشه وقتی صدا میبره به شکل وپ میبره که خود مرض هم توسط همین سرفه های بسیار شدید مشخص شده میتونه و از طرف دیگه چون مریض به صورت دوامدار سرفه میکنه و نمیتونه که به صورت درست تنفس خود بگیره میتونه به هایپوکسیا مواجه شده از طرف دیگر حجرات سفید و خون از اینها بلند میره خصوصا لیمفوسایت ها که پیشتر هم گفتیم که یک لیمفوسایت وزیز به وجود میاد و میتونه میزان لیمفوسایت ها در نزد از, از اطفال تا 70 فیصد هم افزایش پیدا بکنه اگر چه نرسیدن میزان کافی اکسیژن به دماغ یا به سینس میتونه یک دلیل بر مرگومیر باشه و میتونه در واقعات یا در مرگومیر نقش داشته باشه ولی عمدتا مرگومیر از اثر نمونیا در نزدی مریض ها می باشه مثل که شما هم در در تصویر می بینین نظر به اینکه طفل به صورت دوامدار صرفه می کنه و تنفس نمی حتی در نزد مریض یک حالت سینوس یا یک حالت کبودی رو هم می که به وجود بره خب در این تصویر شما کورس کامل مرض شما می تونین بی در اول یک دوره تفریخ وجود داره و دوره تفریخ میتونه که از 5 الا 10 روز و حتی تا بیست یک روز در بر بگیره یعنی دور تفریخ شما میفهمید که از داخل شدن باکتری به با وجود الا به وجود آمدن اعراض علائم میتونه که در نزد اشخاص متفاوت باشه از و از پنج روز گرفته الا بیست یک روز باشه بعدا مرحله اولی که شروع میشه یک مرحله کترال استیج است یا مرحله مربوط به مخاط است که در ایجا در نزد مریض سرفه های خفیف میتونه وجود داشته باشه تب پایین میتونه وجود داشته باشه و به تعقیب از او مرحله پاروکسیزمال یا مرحله تشدیدی به وجود می یک مرحله شدت مرض به وجود می که این اصل مرض یا با اصطلاح بگیم بوپنگ که ما شما میگیم در اینی مرحله بیشتر مشاهده میشه و اکثرا مرض در جریان کترال استیج و در حالت پاراکسیزم استیج خصوصا در قسمت ابتدایی از اینو میتونه که بسیار ای باکتری در این مرحله ای انتشار داشته باشه یعنی مریض در این مرحله اگر قرار می داشته باشه میتونه بسیار براحتی باکتری رو به دیگرها هم انتقال بده و بعد از اون مرحله کانولسنس یا مرحله ریکاوری یا دوره نقاهت می باشه که مریض آهستا آهسته به طرف بهبود میره و این ممکن از هفته ها گرفته تا چندین ماه در بر خب باز هم شما همو سه مرحله را در تصویر هم میبینین همراه با آراز علایمش اول یک کترال استیج بود یا مرحله که نزلوی بود مربوط به مخاط سیستم تنفسی میشد در اینجا ممکن مریض رینینوز داشته باشه و بینیش جاری شده باشد. تب پایین داشته باشد یا لوگریت تب خفیف پیششون وجود داشته باشد. و از های خفیف هم داشته باشد. و بعد از این به مرحله پروکسیزمال استیج میره در پر پاروکسیسمال استیج دیگه صرفه ها بسیار شدید میشه و حتی مو صدای ووپینگ کف که برش میگیم ووپ هم نظر به ای که در جریان صرفه ها از حنجره باریک شده یا زیق شده وقت هوا خارج میشه ای به شکل ووب صدا میده و حتی پیش مریض میتونه دلبدی وجود داشته باشه و یک خستگی یا بهحالی به تعقیب سرفه پیش مریض به وجود بیاد نظر به اینکه سرفه های دوامدار در نزد مریض به وجود و اکسیژن درست تنفس کرده نمیتونه ممکن است که به تعقیب سرفه ها مریض کاملا یک بار بهحال شود و بعدا مرحله Convalescent استیج است که در این مرحله مریض به طرف بهبودی میره سرفه ها ممکن آهسته کاهش پیدا بکنه ولی ممکن است که حتی عود هم در اینجا وجود داشته باشه یا دوام دار شد خب برای تشخیص از اینا معمولا نمونه ها از قسمت سیستم تنفسی گرفته میشه ممکن است که توسط سواب گرفته شود یا هم از طریق سکشن گرفته شود و بهترین نتیجه را مثل که بیشتر هم گفتیم در مراحل کترال استیج و در مرحله پاراسیزمال استیج میتونیم که خوب باکتری ها را دریافت بکنیم زمنا یک روش دیگه برای کلچر است به نام کف پلیت است که خود پیتریدنش به قسمت دهان به طرف دهان مریض گرفته میشه تا او سرفه بکنه و واضح است که از طریق امویروزول های تولید شده باکتری میتونه که بر روی پلیت بشینه و در روجه کلچر شوه یعنی به صورت خود به خود و در صورتی که اگر ما توسط سواب گرفتیم نمونه واضح است که باید او را با کلچر بکنیم محیط کشتی که برای استفاده میکنیم به نام برد جینگو میدیو میاد میشه حتی باکتری و نام اولیش به نام برد جینگو بوده و در محیط بلدگر اینا معمولا گروت نمیکنه چون اینا به غلظت بیشتر خود ضرورت داره و روش دیگه که برای تشخیص از اینا استفاده میشه بسیار است یک روش بسیار دقیق و سریع است که میتونیم در ظرف چند ساعت نتیجه را دریافت بکنیم تستای های که از اینا هم وجود داره مثلا یک تست سیرولوژی که به اساس دریافت انتیبادی های ضد هماگلوتینین نشانه است همون فیلمنت هماگلوتینین میتونه که در تشخیص از آن نقش داشته باشه و همچنان انتیتوکسی نشان است خب شما در اینجا میبینید کالونی هایی که از زی باکتری هست در محیط بورد جینگو میدیوم کالونی های کوچک هستند، لشم هستند و مدور هستند و بعض موارد حتی کالونی های شما حاکر است که رنگ خاکستری مایل به طرف قطره سیما هم مشاهده شد. تدابی از آنها، دوای انتخابی از اینها را از اترومیسین و ارترومیسین تشکیل می‌تونند و این می‌تواند که از با وجود آمدن اختلاطات جلوگیری بکنه. ولی اینکه مریض با وجودی که دوا رو میگیره سرفه ها در نزدش وجود می داشته باشه دلیلش ایست که انوز هم اون توکسین واضح است که در قسمت مخاط در حجرات اپیتلیال سیستم تنفسی وجود داشته و ممکن است تاثیرات خود داشته باشه بنابراین با وجودی که ما شما انتیبیوتیک هم میتیم باید سپورتیف تراپی هم در نزد مریض صورت بگیره و مریض باید اکسیجن تراپی شود و در صورتی که مخاط در سیستم تنفسیشون می باشه باید اونا هم خارج شود برای وقایه از این دو نوع واکسین ها داریم یکی واکسین های اسلولر یا غیر حجروی است که معمولا امی واکسین هاست که تدبیق میشن و دیگه شکل کشته شده یا کلد واکسین است شکل کشته شده ای باکتری معمول نیست یا واقعا تدبیق از ها بسیار محدود است به دلیل از ای که میتونه باعث انسفالوپاتی شود و حدود یک بر یک میلیون واقعه میتونه که خود واکسین باعث ایجاد انسیفالوپتی شد و به واکسینی که معمولا تطبیق میشه او شکل هسلولر یا غیر است که اینا دارای هفت پروتین انتیجینی که خالص شده یا پیوریفاید شده باشه. که عمدترین از اینا را امو پورتیوسیس توکسین تشکیل که غیر فعال شده و شکل جنیتیکی دو اسید از اینا را تعویز کردن که واضح است ما شکل غیر فعال توکسین به نام توکسید یاد میکنیم اینان یک ترکیب از اینا را توکسویدشان تشکیل میده و توکسید از اینا خوبیش است که میتونن خوبتر سیستم مافیاتی را تنبیه بکنن و از طرف دیگه اینا هم خاصیت مرزیشان از بین برده شده خاصیت مرزیشان به این مونا که اینا دیگه قدرت امو ایجاد مرزه ندارد. یعنی نمیتونن که باعث افزایش در با جی شدن. و ترکیبات دیگه ای که دی واکسین اصلی وجود داره فلابنتس مگلوتینین است و فیمبریای تایپ دو و تایپ سه هست خب واکسین های از اونا معمولاً به شکل کمباین شده همراه با دفتری، تیتانوس و به شکل پورتیوسیس می باشه یعنی شکل ترکیبی از اونا است که ممکن به شکل ترایبالیند باشه به با شکل پنتابالیند باشه و به شکل تتراولنت باشه شکل تتراولنت از اینا علاوه به اینکه که و تیتانوس پرتیوس داره و تایتس بی واکسینا هم داره و شکل پنتاوالنت از اینا شکل پنتاوالنت از اینا علاوه به اینکه که داره تیتانوس داره پرتیوسز داره هپاتایتس بی رو داره هموفیلس انفلانزا تایپ بی رو هم داره خب معمولا شکل جی یا شکل ترایولنت از اینا به شکل سه دوز تطبیق میشه در دو ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی و بعدا یک بوستر دو زمان که طفل یک ساله میشه یا حدود یک سال الا پانزه ماه برش تطبیق میشه یک بوستر دوز دومی در زمان که اینا حدود شش ساله میشن یا زمان که مکتب رو میشن و بعدا هر ده سال بعد باید اینا بوستر دوز خودانه بگیرن و دیده شده که حتی در نزد نوجوان ها هم واقعات پرتیوس هم با وجود که واکسین کسب واقع شده بنان به اون خاطر است که توصیه میشه که باید بوستر دوز بگیرن و اکثرا که به شکل بوستر دوز نزد نوجوان ها و جوانات ها میشه به شکل بوسترکس و دیسل است که در نزد نوجوان و جوان ها تدبیق میشه حتی میتونه که در نزد اشخاصی که اونا سنشان بالا هستن یا اشخاص مسن حدود 85 سال هم باشن تطبیق شده میتونم خب این بود ویدیوی ما شما در مورد سیاسرفت و, و درس بعد به خداوند یک تا میسپارم خدا